هرگز سخنی پر محتواتر، هرگز دلاوری دلاورتر از پولادوند در این صحنه ظاهر نشد. به ایران سوگند که پولادوند رو من از خسرو پرویز، پولادوند رو من از کیخسرو، پولادوند رو من از کاوه، از فریدون بالاتر میدونم، زیرا در جهان آشفته امروز سخن فولادوند که محاصره اهریمن بود، به ایران سوگند هرگز هرگز کسی در تاریخ ایران و جهان قادر به زدن سخن فولادوند و گفتن سخن فولادوند نبود. من شما ملت ایران رو به این مسئله آگاه میکنم. اگر مقوله فولادوند به فراموشی سپرده بشه، مقوله ایران فراموش خواهد شد. اگر سربلندی که فولادوند برای ملت ایران خواست فراموش بشه، ایران فراموش میشه. روی سخنم با نویسندگان، دانشمندان، خردمندان و مبارزین این سرزمین هست که فکر میکنید مبارز، دانشمند و خردمند هستید. اگر شما امروز سخن من رو نمیشنوید، اگر نمیدونید که هوشنگ کیه و چه فریادی میزنه، به ایران سوگند که شما مقصرید. به راستی سوگند کسانی که امروز هوشنگ رو پیدا نمی کنند. به ایران سوگند کسانی که امروز سخن هوشنگ رو نمی شنوند، مقصرند. چرا؟ چرا من این رو میگم؟ من سخن فولادوند رو شنیدم زمانی که به ایران سوگند خورده بودم که هرگز گوشم رو برای هیچ سخن پارسی زبانی که دم از مبارزه میزنه باز نکنم، ولی فولادوند رو شناختم. در روزهای اولی که سخن گفت فولادوند رو یافتم، چرا که فولادوند خود ایران بود، بالاتر از بزرگترین بزرگان این سرزمین بود و برای رهایی این سرزمین آمده بود. امروز من فریاد دادخواهی این ملت رو میزنم. امروز من شما خردمندان، نویسندگان، دانشمندان و مبارزین ایران رو به گرد همایی حول هویت ملی ایران دعوت میکنم. امروز من شما رو به گردهمایی دعوت میکنم که هیچ چیز جز ایران مورد نظرش نخواهد بود، جز برگشتن عدالت اجتماعی، جز برگشتن ارزش معنوی و سربلندی به این سرزمین، هیچ چیز دیگه مد نظر من نیست. من چیزی نمیخوام. من نه شغلی میخوام، نه کاری در اون سرزمین، نه پولی، نه خانه‌ای، نه کاشانه‌ای. ایران سوگند که اگر در یک چادر در سرزمین ایران زندگی کنم،
همان طور که نیاکان من در چادر زندگی کردن، من از عشایر ایران هستم. من چوپانی هستم که هم فلسفه می دانم، هم جامعه شناسی، هم روان شناسی، هم تاریخ و ادبیات این سرزمین رو می شناسم. به ایران سوگند، من مدعی اون سرزمین هستم. سرزمین ایران سرزمین من و ملک شخصی من هست، بدون اینکه پر و بالم رو چنان بخوام روش بکشم که کسی از اون سرزمین استفاده نکنه. من ادعای تمام ذرات خاک ایران رو دارم، نه برای خودم بلکه برای ملت ایران. من ادعای تمام آبهای اون سرزمین، تمام بادهای اون سرزمین، تمام گیاهان اون سرزمین، تمام حیوانات اون سرزمین و حشراتش رو دارم، بدون اینکه اون رو برای خودم بلکه برای ملتم میخوام. اگر شما امروز صدای من رو نمیشنوید و ادعای مبارزه میکنید و ادعای مبارز بودن میکنید، ادعای شرف میکنید و ادعای شرافتمند بودن میکنید، به ایران سوگند که اشتباه میکنید و بیش از این قضیه رو باز نمیکنم. من فریاد این تاریخ هستم.